يا أرحم الراحمين 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 يا احمد که جهان را ز تباهی پرداخت، دین را به ولایت علی محکم ساخت. فرمود به مرگ جاهلیت مرده است، هر کس که امام عصر خود را نشناخت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه سفره رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل مقام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيره يا رحمان يا اللهم إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف. امروز میخوایم در رابطه با یه موضوع یه خورده متفاوت‌تر صحبت کنیم. توی برنامه‌های قبلی، چند برنامه قبل صحبت کردیم در مورد اینکه در ادیان غیر دین ابراهیمی در رابطه با ظهور منجی و یا همون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مطالبی اومده. حالا می‌خوایم بیایم توی دوران خودمون و بحث امروزمون رو با یک مثال شروع کنیم. اگر بنا باشه کسی شما رو دعوت کنه به یک مهمونی، چندین و چند نفر از شما بخوان که بیاید به مهمونی، ولی شما اونها رو میشناسید و میدونید که از ته دل شما رو دعوت نکردن، میدونید اگر به اون مهمونی برید ممکنه در رو بروتون باز نکنن، حتی اگه درم بروتون باز کنن ممکنه اونجوری که باید از شما استقبال بشه نشه. شاید هم از شما استقبال بکنن ولی اونجوری که شایسته و بایسته هست از شما پذیرایی نشه. آیا بازم حاضر هستید شما به اون مهمونی برید؟ مطمئنن نه. چطور توقع داریم از شخص بزرگی، شخص بزرگواری که بناس بیاد دنیا رو از تمام بدیها پاک کنه از ته دل دعوت نکنیم و توقع داشته باشیم که بیاد و به ما کمک کنه؟ گاهی وقت هاست که این اللهم اجل ولیک الفرجایی که میگیم از ته دل نیست. یه فرصت کوتاه میگیریم، شما هم تو این فرصت یه خورده فکر کنید، برمیگردیم. سبحانك يا قاري تعاليت يا رقيب سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب
أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. الله 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 الله. سبحانك يا قدير تعاليت يا عظيم، سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم. أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير، سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير، سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير، تعاليت يا كبير. الله الله. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب، سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب. أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير، سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير، سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير، تعاليت يا كبير. الله 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 الله. مطمئنم شما هم فکراتونو کردید و مثل من به این نتیجه رسیدید که نمیشه از همچین شخص بزرگواری به این راحتی ها دعوت کرد بدون اینکه دعوت دلی باشه. خیلی ها هستن که فکر میکنن که اگر خطایی بکنن، گناهی بکنن، دنیا بیشتر پر از گناه میشه و شرارت و فساد دنیا رو فرا میگیره و آقا زودتر ظهور میکنن. متاسفانه باید بگم اونا در اشتباه هستن، اونم اشتباه محض. اگر قدری به عقب‌تر برگردیم به واقعه کربلا و به فلسفه کربلا، میفهمیم که قیام آقا ابوعبدالله الحسین چیزی نبوده مگر امر به معروف و نهی از منکر. چطور میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که با گناه کردن، چیزی که نه مورد پسند خداوند هست نه ائمه معصومین علیه السلام، این گناه ما باعث بشه که حضرت زودتر ظهور بکنن؟ یه خورده در این موردم بیشتر فکر کنیم. اللهم انی افتتح الثناء بخمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدعتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها
و هموم قد کشفتها و اثرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلائن قد فککتها. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با برنامه سفره رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم. رسیدیم به قسمت میهمان برنامه. به اتفاق گوشه هایی از یک برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است، خوشا آن چشم که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش حسینه. شمایی که میای یک مقدار حرف میزنی و شلوغش میکنی، یه ذره فکر کن، یه ذره دلیل و مدرک بیار. اگر یکی حرفی زد نگو نعوذ بالله نعوذ بالله شیعه‌ای همچین اعتقادی دارن، اینا رها کن. اگر حرفی داری که ما مشرکیم، ما نباید بریم در خونه خدا، دو تا آیه بخون، دو تا روایت بیار. نمیشه که همش از طرف خودمون حرف بزنیم رو هوا. بینندگان از ارجمند، 10 جلسه مهمان و خانه های شما بودیم در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم که برنامه های ما مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. روانشناسان میگن اگر رفتی توی یه مغازه دیدی که نوشته جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، از اون مغازه خرید نکن. چرا؟ چون احتمالاً کیفیت اون جنسش پایینه. اولاً حدس میزنه که شما برگردونی، ثانیاً میدونه که اگه شما برگردونی دیگه نمیفروشه، برای همین میگه فروخته، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه. اما اگر دیگه توی یه مغازه نوشته که جنس فروخته شده پس گرفته میشود، حتما خرید کن، برای اینکه میدونه که شما پس نمیاری و اگرم پس بیاری اینقدر مشتری هست که کیفیت اون جنس اینقدر بالا هست که برداره ببردش. حقیقت هم همینو میگه. ما دنبال این نیستیم که کسی حتما بیاد حرف ما رو بپذیره. ما حرفامون رو بیان میکنیم و کاش که میشد پشت این حالا LCD که اینجا گذاشتیم میگفتیم که حرف گفته شده پس گرفته میشود. چون ما مطمئنیم حرفایی که میزنیم بر اساس دلیل و مدرک و کتاب و سنت و همه این هاست که با فطرت بینندگان عزیز ما خانایی داره و حتما این حرفا رو میپسندن و میپذیرن و پس نمیارن و اگر کسی پس بیاره افراد دیگه هستن که این حرفا رو قبول کنن. خب بینندگان عزیز، مطمئن هستم با این گوشه های برنامه‌ای که برای شما پخش شد و شما مشاهده کردید متوجه شدید میهمان برنامه ما چه شخصی هست. در خدمت حمید امیری هستیم از مجریان خوب و توانمند شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. حمید جان سلام عرض میکنم مجددا، خیلی خوش آمدید به برنامه سفره رحمت. نماز روزاتون قبول باشه. مجددا تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید، با دهن روزه اومدید توی برنامه سفره رحمت. با بینندگان برنامه سفره رحمت سلام علیکی داشته باشه، در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمتتون و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و روز و روزگار خوب و خوشی رو سپری بفرمایید. در خدمتتون هستم. آقا یه سوال فنی باش. میگن که چه لطفی داره اینکه تو هر برنامه شما خودت مجری بودی، الان اینجا مورد سوال قرار گرفت، یعنی برای اینجا پاسخی بدی. چیزی که عوض داره که شاید توی برنامه شما اومدی سراغ ما، بعد موقع آره من باید حواسم باشه سوالایی بپرسم که اونجا مشکل نخورم. آره خب توی بعضی از برنامه ها ما حالا کارشناسان محترم برنامه که میان روال کاری مشخصه، بعد سوالا رو با هم چک میکنیم میخوایم بیان کنیم، اما خب بعضی از برنامه ها اینجوری نیست. من الان فهمیدم که اون برنامه‌ای که اونجوری نیست خیلی سخته، چون نمیدونم الان چی میخواید ازم بپرسید. من میتونم خودم هم نمیدونستم، یعنی تازه الان دارم فکر میکنم چی بپرسم، میتونم جواب بدم نمیتونم جواب بدم، اما حالا در خدمتتون هستم. اما کار سختیه به هر حال، مجری بودن زیاد فکر نمیکنم سخت باشه، اون کارشناس بودن کار سختی و میهمان بودن کار سختتر. از چه زمانی اجرا رو شروع کردین؟ اجرا رو به صورت آماتور از سال 1381. یه دونه جشن نیمه شعبان بود گرفته بودیم، یه مجری داشتیم توی اون برنامه که اخویه بنده بود، نتونست اون برنامه رو بیاد، ما رفتیم روی سنگ. توفیق اجباری؟ آره توفیق اجباری. اتفاقا برنامه خوبی هم شد، فیلمش هم هنوز داره.
اون اولین برنامه بود که من اجرا کردم، برنامه نیمه شعبان بود. بعد دیگه یواش یواش سالی دو سه تا برنامه نیمه شعبان اجرا میکردم، تا سه چهار سال بعدش که دیگه اجراهام زیاد شد، آمفی‌تئاتری شد، بعد قدیر هم قاطی شد، مراسمای دیگه هم قاطی شد. اما بحث رسانه‌ای اگه بخوایم بگیم و بحث حالا نسبتاً حرفه‌ای و مد نظرتون شبکه جهانی امام حسین علیه السلام باشه، از اردیبهشت ماه پارسال یعنی 89 بود. یاد هست اولین برنامه چی بود؟ اینکه اولین برنامه چه برنامه‌ای بود یادمه، اما یه ذره قبل‌ترش فروردین ماه بود، یعنی حدوداً 16 ماه پیش 17 ماه پیش که با من یکی از دوستان تماس گرفت، گفت یک شبکه‌ای به نام شبکه امام حسین مجری می‌خوام می‌ریم. منم گفتم چرا که نه، اگر بتونم خدمتگزاری کنم میرم. من یادمه که حدوداً یه دو سه هفته این قضیه مسکوت موند، فکر می‌کردم دیگه قضیه منتفی شده. اما یکی از بچه‌های شبکه امام حسین تماس گرفت و اردیبهشت ماه بود که اولین برنامه رو تو همین استودیو ضبط کردم به عنوان برنامه قطره‌ای از دریا. حدود 10-15 تا برنامه بود که برنامه مناسبتی بود، مثلا محتواش در رابطه آره اصلا مناسبتی بود، در مورد زندگانی ائمه علیهم السلام بود، مثلا در مورد وفات حضرت ام البنین، در مورد حضرت ام البنین، یعنی موقعیتی بود، مناسبتی بود. شهادت مثلا عرض کنم که خاطرم هست، شهادت امام هادی علیه السلام برنامه ضبط کردیم، وفات حضرت ام البنین علیه السلام برنامه ضبط کردیم، برنامه متنوعی در مورد فاطمیه برنامه ضبط کردیم. میگم مناسبتی بود به عنوان قطره ای از دریا که ما می‌خواستیم قطره ای از فضایل اهل بیت علیهم السلام رو توی اون برنامه. اولین برنامه چطور بود؟ استرس بود؟ نبود؟ راستش نه چون من این کارو کرده بودم و اجرا کرده بودم زیاد استرس نداشتم. استرس نمیشه گفت که نیست، الانم من وقتی که هنوز برنامه اجرا میکنم استرس دارم. واقعیتش شما استرس نداری؟ خدا شما استرس نداری؟ چرا؟ تموم. یعنی هر کار جدیدی که بخوام انجام بدم، دقیقاً مثلا پارسال خب برنامه صفحه رحمت اولین سریش پارسال تولید شد و پخش شد، چرا دو سه قسمت اولش خیلی استرس داشتم، ولی امسال نه، امسال خیلی راحت تر. هرچند که باز استرس باز هم داشتم که خوب بشه بد بشه. آره این استرس وجود داره، اصلا لازمه. یعنی بعضیا میگن که شب امتحان بچه‌ها نباید استرس داشته باشن، که این اشتباهه. بچه‌ها باید استرس داشته باشن که درس بخونن برای امتحان. این هم اینجوری، ما باید استرس داشته باشیم که فکر کنیم چه چیزی می‌خوایم بگیم، برای اون مهم باشه، توپق نزنیم، حالا چه برنامه‌مون بشه. اگه این چه استرسی نداشته باشیم، بدون کاغذ و بدون دفتر دستک میایم سر اجرا و فکر نمی کنم خوب عذاب دارم. اما اگر استرس داشته باشیم روز قبلش مطالعه یه چیز داریم توی فضای برنامه قرار بگیریم. استرس به اون معنا که نفسم بند بیاد و اینها نه، اما استرس از این جهت که بله حالا جلو دوربین خلاص توپق نزنم، سوتی ندم، اشتباهی بد نه، اونم اصلا اون توپقم که اصلا اونم عادیه، عضو لایم تک عادیه، مجبوریه اگر نباشه. آخرین برنامه اگر اشتباه نکنم برنامه حقیقته که البته از مثل که شروع شدن ماه مبارک رمضان پخشش مثل که متوقف شده، اون چجور برنامه هست؟ برنامه حقیقت خیلی برنامه خوبیه، من خودم خیلی برنامه حقیقت رو دوست دارم، برای اینکه به هر حال یعنی کار شبکه به گونه ایه که همه بچه ها دارن تلاش میکنن برای اینکه برنامه رو برسونن به پخش. خب اون ابتدا هنوز ما توی تازه رسانه نوپا بود و اینها باعث میشد که برنامه ها یک مقدار سریع تر از موعد، مثلا سریع مثلا میگفتیم برنامه شهادت از زهرا علیه السلام الله علیها هفته دیگه است، ما امروز بیاییم به برنامه ضبط کنیم. خب این یه هفته کم بود، اما برنامه حقیقت چون خیلی برنامه نویسیش کامل بوده، از پیش خیلی بهش توجه کردن، برنامه دارن، هدفش مشخصه، کارشناساش مشخصه، این کار من خیلی راحت کرده توی برنامه حقیقت و باعث شده که من با حقیقت خیلی راحت باشم. کارشناس های خیلی خوبی هم میان و بازتاب هایی هم که بین مردم داشته برای من خیلی دلگرم کننده بوده. مردم هم فکر میکنم با برنامه حقیقت مطمئنه. ارتباطی برقرار کردن که حالا به هر حال به خاطر ماه مبارک رمضان ضبطش قطع شده. انشالله ببینیم که بعد ماه مبارک انشالله ادامه دار هست، یعنی بعد از فکر میکنم که بله با بعضی از کارشناسا صحبت شده، حالا اینکه چند تا برنامه باشه هنوز مشخص نیست، اما یکی شو که میدونم 5-10 برنامه رو برنامه اجرا انشالله. گفتی اجراهای متفاوت جای مختلف داشتیم، به تبع اجرا توی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام میتونه متفاوت باشه، این تفاوت رو شما احساس کرد؟ یعنی اگر تفاوتی هم وجود داشته در چی بوده؟ بله عرض کنم که ما یک برنامه‌ای داشتیم
توی شبکه امام حسین علیه السلام با عنوان تکیه. این برنامه دهه اول محرم حالا قبلش ضبط شد و دهه اول محرم پخش شد. خب اون ایام ایامی بود که مردم بیشتر شبکه جهانی امام حسین رو تماشا میکردن نسبت به بقیه روزها. اون برخوردهایی که مردم با من داشتن خیلی جالب بود. حالا حرفایی که من زده بودم یا میهمانانی که اومده بودن، ببینید توی اون ایام با توجه به اون برخوردهایی که بود، من خودم رو مجری شبکه امام حسین علیه السلام ندیدم. الان شاید به هر حال من مجری هستم، شما مجری هستید، اما علاوه بر این کار اجرا، ما یه جورای خودمون رو خدمتگزار هم میبینیم. چیزی غیر از این نیست، یعنی داریم خدمتگزاری میکنیم. شاید همه جا اینجوری نباشه، من یک جایی برم یه برنامه اجرا کنم، یک برنامه سمینار باشه، هیچ ربطی هم هیچ ارتباطی هم به بحث مذهب و دین و ائمه علیهم السلام نداشته باشه، اما خب اینجا اونجوری نیست. سعی میکنم حسی که داشته باشم، یعنی خدا شاهده این بارها این اتفاق افتاده ها، مشکلاتی توی زندگی پیش میاد که وقتم خیلی درگیرم، خیلی از کارها رو نمیتونم انجام بدم، شاید خیلی از اجراهایی که من پیشنهاد میشه رد میکنم، اما بارها شده بچه‌ها کارگردان و تهیه کننده ها تماس گرفتن که با شبکه جهانی امام حسین برنامه داره، باید مثلا هفته دیگه حتما بره، وقت نداریم، کارشناس امروز، من نظر میکنم میام شبکه و واقعا مشکلاتم حل میشه. یعنی اصلا شده یک نظر، اینکه من برم یه خدمتگزاری بکنم، ان شاءالله به دست با کفایت ائمه علیهم السلام مشکلاتم حل میشه. خب همراه با میهمان عزیزمون حمید امیری، یکی از مجریهای توانمند، دوست داشتنی و مخلص کلام تو دلبرو، میریم قسمت دیگه از برنامه سفره رحمت رو میبینیم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. برای اون دسته از بینندگان عزیزی که از این لحظه بیننده برنامه سفره رحمت شدن، باید عرض کنم که در خدمت میهمان عزیز و گرانقدر برنامه سفره رحمت، آقای حمید امیری هستیم. حمید جان، جانت پی بلا، آقا رابطت با ماه رمضان چطوریه؟ خوبه الحمدلله. همیشه که حالت خوش هست، امیدواریم خوش هم باشه، توی ماه رمضان حالت خوشتر میشه یا نه؟ یه تغییری احساس میکنی یا نه؟ من وقتم خیلی برکت پیدا میکنه توی ماه رمضان، خیلی برکت پیدا میکنه. یعنی زیاد میشه وقت؟ اولا قبل از نه به کارهای بیشتری میرسم توی همون زمان. قبل از ماه رمضان فکر میکنم که وای حالا تشنگی رو چیکار کنیم، گشنگی رو چیکار کنیم، فلان کاری که مونده رو چیکار کنیم، اما میبینم که نه، واقعا خدا صبر رو میده و من علاوه بر اون کارهایی که هر روز انجام میدادم اون کارها رو انجام میدم. حالا به هر حال یک مقدار قرآنی، دعایی، زیارتی، همه اینها رو انجام میدم و مشکل خاصی پیش نمیاد. ان شاءالله خدا توانایی بده تن سالم ازمون نگیره، مشکل نداریم با ماه رمضان. سخت در اینا هم فکر کنم حاضرین تحمل. ببین ماه رمضان مثل بقیه ماهای خداست، هیچ فرقی نمیکنه، ولی چه مزیتی داره نسبت به بقیه ماها؟ مثلا خب قبل از ماه رمضان ماه رجب و شعبان هم داریم که عملا میشه یک سکوی پرتابی برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. مزیتش چیه به بقیه ماهای خدا؟ یک کتاب داشتم میخوندم در مورد این که چرا روزه رو باید در ماه رمضان گرفت. یه تز دکتراست برای حالا یک نویسنده ای، شاید لازم نباشه اسمش بیارم. خیلی جالب بود، صحبت از این بود که آیا اینکه روزه رو در ماه رمضان بگیریم یا در ماه شعبان بگیریم، این دوتا فرق میکنه یا نه. و ایشون نظرش این بود که یک پزشک بودن و این تز دکتراشون، اون نظرش این بود که فرق میکنه و یک شاهد مثال آورده بودن این که معمولا دندون دردا شبا میاد سراغ آدم، یا اونم بچه صبح تا شب حالش خوبه اما شب تب میکنه وقتی که واکسن میزنه. پس این یه ارتباطی بین بیماری و شب هست واقعا، یعنی چیزی غیر از این حالا قاعدتاً همین ارتباط در مورد روزه و ماه رمضانه. یعنی روزه‌ای که در ماه مبارک رمضان گرفته میشه با همه ثواب‌هایی که روزه در ماه رجب و شعبان داره، با همه ثواب‌هایی که حالا روزه ممکنه در روز قدیر داشته باشه، این در قدیر داشته باشه، باز متفاوت. یعنی روزه ماه رمضان بگونه دیگه. اما ماه رمضان برای من خیلی زیباست از این جهت که با همه کوتاهی ها، شاید واقعا خیلی از روزه هایی که بنده میگیرم خیلی از ساعت فقط گرسنگی و تشنگی شدم تجربه میکنم،
اما با همه اینها یه جورایی ته دلم خیلی خوشحاله که تونستم بندگی کنم حداقل. به خودم میبالم، بحث ریا و اینها هم نیست، حالا روزه میگیرم، اما خودم خیلی خوشحالم که تونستم بندگی کنم و عبادت کنم. قشنگیش هم اتفاقا به همینه، یعنی اون کاری رو انجام ندیم که خودمون دوست داریم کاری بکنیم. امیدوارم خدا به سلامتی و این توفیق رو بده که بتونی تا آخر ماه مبارک رمضان روزات رو تمام و کمال بگیری. آقا جان، جانت بیبلا، یه سوال خیلی فنی و خصوصی. رابطت با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چطوریه؟ یک عمر دویدیم و به کویت نرسیدیم، دل از تو شکستیم ولی دل نبریدیم، روی تو گل انداخت ز شرم گناه ما، ما از گل روی تو خجالت نکشیدیم. یه استاد بزرگواری میگفت بچه هاتون که به دنیا میان اگر پسر بودن بگید این نوکر امام زمانه، غلام امام زمانه، اگه دختر بودن بگید این کنیز امام زمانه. شکر خدا در خونه امام زمان بودم و حضرت دستم رو گرفته، خدا رو شکر، و دعا میکنم که حضرت صاحب الزمان هیچ وقت دستم رو رها نکن. خب نمیدونم بگم که همون، یعنی همون شعری که گفتم همه حرفم تو اون بود، یک عمر دویدم اما نرسیدم به اون چیزی که باید میرسیدم و کوتاهی هم از من بوده، خلاصه نوکر خوبی نبود، نوکر خوبی برای امام زمان نبودم و نوکری کردم، دوست داشتم نوکری بکنم اما نوکر خوبی نبودم. اما سعی میکنم که یه جورایی ارتباطم رو به حضرت صاحب الزمان مستحکم نگه دارم و یکی از کارهایی که میکنم مثلا دعای فرج رو هیچ وقت سعی میکنم که فراموشم نشه. من یه چیزی بگم حالا برای بیننده های عزیز، مجری که میارید ارسال مهمان همین مشکل هست دیگه، یعنی مجری من فکر کنم بعضی وقت برنامه خدا ببخشه. نه اینم برنامه خود برنامه سلامت. حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون خب از مراجع بزرگ تقلید بودن، خیلی هم دعا بلد بودن، خیلی دعا بلد بودن قطعا دیگه، اصلا نمیشه کمتر دعایی میشه باشه که ایشون ندیده باشه، به عمق این دعا پی نبرده باشه، تفسیر و تبیینش نکرده باشه، معارفش رو در نیافته باشه. اما ایشون دعایی که در موقع قنوت هر نمازش میخونده دعای فرج بوده، همین اللهم کن ولی یک. خب این یعنی که یه ارتباطی هست، این چه دعاییه که کسی که این همه دعا بلده توی قنوت هر نمازش این دعا رو میخونه. من این کارو کردم، پیشنهادم میکنم به بیننده های عزیز این کارو انجام بدن، این باعث میشه خیلی ارتباطه با امام زمان برقرار بشه و امیدوارم که حضرتم از ما قبول کنه دیگه، ما همینیم دیگه، اما اون بزرگواری بزرگواره و کریمون من اولاد الکرامه، ما هم با همه کوتاهیامون باز دوباره یه بزرگی میگفت شما نوکریتون رو بکنید، آقا خودش خوب بلده آقایش بکنه. فالا اون شعری رو که خوندی من بالواقع یه مقدار اصلا منقلب شدم، یه لحظه حالم عوض شد. گفتی نوکر خوبی نیستیم، یعنی گفتی من نیستم، نوکر خوبی نیستم و بلد نبودم نوکری کنم، چیکار کنیم که خوب باشیم، چیکار کنیم که این چیزا لیاقت میخواد، لایق باشیم، چیکار کنیم؟ میگه که گفتم که خاک کوی تو باشم ولی نشد، آینه دار روی تو باشم ولی نشد، گفتم که دل بگیرم از آمال رنگ رنگ، تنها در آرزوی تو باشم ولی نشد، گفتم چو قبله نمایی که عاشق است، همواره روبروی تو باشم ولی نشد، سوگند میخورم سوگند میخورم گل باغ تو چیدنیست، چشم سیاه و خیمه سبز تو دیدنیست. ما خواستیم این کارا رو بکنیم اما نشد، ما خواستیم نوکر خویی باشیم، خواستم واقعا خواستم اما نشد، اما این که نشد رها کنم؟ نه، شیطان خیلی فعاله، بریم امام زمان بگیم یا صاحب الزمان ما خواستیم اما نشد، شیطان نذاشت،
اما اونایی که میگن حالا نشد دیگه نرو در خونه امام زمان، نه به خدا میام. اصلا اومدم بگم که امام زمان اشتباه کردم، اومدم که تو برام دعا کنی، اومدم که توی دستی رو سرم بکشی، اومدم که تو نگام کنی. شیطون نذاشته من اون نوکر خوبه باشم، اما تو برام دعا کن که من اون نوکر خوبه بشم. این که چرا نشده کار شیطون و کوتاهی خودمون. چی کار میتونیم بکنیم؟ توسل کنیم، از خود حضرت بخوایم و همت و تلاش کنیم. ایشالله که حضرت یه نگاهی میکنه، ای که یه گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. حضرت صاحب زمان یه نگاه، البته نگاه داره میکنه، اما یه نگاه بیشتر از این به ما بکنه که ایشالله بکنه. بله، های مشکلاتون هست. حیف که وقت برنامه وقت برنامه اون محدود هست. من خیلی دوست داشتم که در کنار حمید امیری بودن لذت خاصی داره، هرچند که دهن روزم هست، بیش از این نمیخوایم اذیتش کنیم. به همین خاطر من زیاده صحبت نمی کنم. برای به اتمام رسوندن بخش مهمان از حمید امیری عزیز میخوام یک تک جمله به عنوان خداحافظی و همینطور یادگاری و هدیه برای سفره رحمت. چقدر وقت دارم؟ یک تک جمله فقط؟ خب باش. هر چی هر جا دوست داری. اولا خیلی تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید که با یک از یه دیدگاه دیگه، یه پنجره دیگه با مردم صحبت کنم. باز هم نماز و روزاتون قبول باشه و امیدوارم که تنتون سالم باشه. گذشتگان رو تو این روزها یاد کنیم، مریضا رو یاد کنیم و سر سفره سحر و سر سفره افطار اگر بتونیم قبلش، اگه نشود بعدش، یه دعای فرج بخونیم. همین تو دلمونا، نمیخواد اگه خجالت هم میکشیم از اطرافیان، همون سر سفره سحر، سر سفره افطار یه دعای فرج بخونیم که همه به یمن وجود اون بزرگواره که روزی خاریم. خیلی تشکر میکنم، التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر و با شکرگزاری در خانه خدا که به این بنده ناچیز این توفیق رو عنایت فرمود که بتوانم درباره دعای افتتاحی موجود مقدس، یعنی امام عصر علیه السلام، برای بینندگان شبکه محترم امام حسین علیه السلام برخی مطالب رو عرض بکنم. بحث ما در شرح و توضیح دعای شریفه افتتاح به اینجا رسیده بود: الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین. امروز بحثمون درباره و ینجی الصالحین، ستایش اون خدایی را باد که صالحان رو نجات میدهد. حال ببینیم اونایی که نجات مییابند به عنوان صالح از سوی خدای متعال آنان چه کسانی اند. تمام انبیا و اولیا در زمره صالحان قرار دادن در وهله اول. هر کس که به خدا و روز جزا ایمان داشته و عمل صالح انجام دهد در ردیف صالحان قرار خواهد گرفت. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. نجات انسان ها یعنی نجات انسان ها از عذاب خدا، از دوزخ خدای متعال. خدای متعال ینجی الصالحین است، به صالحین نجات عنایت می فرماید، یعنی اونا را از جهنم خدای متعال حفظ میکنه و بهشت در خواهد آورد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، دارندگان ایمان به خدا، پیغمبر، روز قیامت، رستاخیز، عدالت، بحث امامت، اینان و عملوا الصالحات به دنبال این اعتقاد و این باور اون وقت اعمال شایسته انجام دادند، اولئک اصحاب الجنه، یاران بهشتند، یعنی جایگاه آنان بهشت خواهد.
خدای متعال صالحان را نجات میدهد، نه در اون جهان نجات میده، اینجا هم نجات میدهد. در زندگی پیغمبران الهی در قرآن کریم وقتی بررسی به عمل بیاد مطلب خیلی روشن میشه. در داستان حضرت هود علیه السلام خدای متعال اینجور فرمود: نجینا هودن والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. ما نوح رو نجات دادیم و تمام کسانی که با نوح ایمان آوردن به وسیله رحمت خودمون نجاتشون دادیم و نجیناهم من عذاب غلیظ، آنها را رهانیدیم از عذابی که این عذاب بسیار بسیار پر عمق و پرمایه بود. در مدت صالح صلی الله علیه نجینا صالحا والذین آمنوا معه، ما صالح را و تمام مؤمنان به او را نجات دادیم از اون بلایی که خدای متعال نازل کرد برای بدکاران از قوم صالح که ناقه این پیغمبر رو که یک آیت الهی بود پیش کردن. خدا فرمود هم خود او را و هم مؤمنان به او رو و نجاتشون دادیم. در مورد شعیب همین جوره، قوم مدین نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، هم شعیب رو نجات دادیم و رهانیدیم و هم تمام کسانی که به او ایمان آورده بودن. اینجور نیست. نکته بسیار جالبی که از قرآن کریم استفاده میشه اینه: اگر قرار باشه مردمان منطقی، مردمان محلی شایسته عذاب و نزول نقمت خدا باشد، خدای متعال یکسان رفتار نمیکنه. کسانی که در میان اون مردم بودن اما به عمل اون مردم راضی نباشن و تا اون مقدارم که توان داشتن نهی از منکر کرده باشن، خدای متعال با این جور اینا رو نجات میده. این سریع قرآن کریمه. مؤمنان راستین و حقیقی رو خدای متعال از عذابهای خودش نجات خواهد داد. عذابی که میفرسته برای قومی، برای ملتی به خاطر بدکاری هاشون، این عذاب همه رو در بر نخواهد گرفت. کسانی که دنبال خدا میرن، عمل صالح انجام میدن، خدای متعال اینها رو نجاتشون خواهد داد. اینجور نیست. لذا در مورد پیغمبران، در مورد همشون، نجینا هودن، نجینا صالحن، نجینا شعیبن والذین آمنوا معه، تمام کسانی که به اینان ایمان آورده بودن همراه با این پیغمبران به خدا یکتا ایمان آورده بودن، ما همه را نجات دادیم. اینجوری که کیفر ما و مجازات ما همه را یکسان در بر بخواد بگیرد. ابو دست نوح علیه السلام و نجیناه و من معه فی الفلک، ما هم نوح رو نجات دادیم و هم هر کس که به اوی ایمان آورد. نجات دادن چطوری بود؟ که کشتی که حضرت نوح به فرمان خدای متعال ساخت، که این کشتی برای روز مبادا آماده شده بود که اون زمانی که طوفان آمد و بارندگی عجیب شروع شد و همه جهان رو باران گرفت و آب گرفت، و اون کشتی اونجا به درد بخور بود. و روی این جهت افرادی که به نوح ایمان داشتن و ایمان آورده بودند و نوح پیغمبر به فرمان خدا در درون کشتی راه داد، اونا در درون کشتی در آمدن، از هر حیوانی هم جفت جفت برداشتن. و بعد هم تمام کسانی که به نوح ایمان نیاورده بودن در اون مدت طولانی همه غرق شدن و کارو بلال مغرقین به قول قرآن کریم. بس به اینجا رسید، بس حضرت نوح و نجات حضرت نوح و مؤمنان به حضرت نوح. حدیث از پیغمبر بزرگوار اسلام است که پیغمبر فرمود: ان مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و هلک. مثال خانواده من مثل کشتی نوح میمونه. هر کس در اون زمان طوفانی و بارانی در کشتی نوح سوار شد نجات پیدا کرد. در امت منم اگر شما نجات میخواهید راهی غیر از این ندارید و سراغ اهل بیت من بیایید. ان مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، همانند سفینه و کشتی نوح میمونه. اون روز هر کس سوار اون کشتی شد نجات پیدا کرد، و هر آن کسی که از اون کشتی نتونست بهره مند بشه به علت بدکاری، خب غرق شد. در امت من هم چنین است. اگر شما نجات رو میخواهید، اگر شما رهایی رو میخواهید، باید حتما سراغ خانواده من بیایید، اهل بیت من بیایید، غیر از این راهی نداره.
و برای حضرت موسی و انجینا موسی و من معه اجمعین. باز هم حضرت موسی رو ما نجات دادیم و هر کس که همراه او مؤمن به او بود و مؤمن به خدای موسی بود ما همه رو نجاتشون دادیم. خدا یکسان عمل نمی کنه. آنگاه بخوایم همه رو با هم دیگه جمع کنیم سراغ این آیه قرآن شریف برویم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. ما این کار رو خواهیم کرد، هم پیغمبرانمون رو و هم مؤمنان رو نجاتشون خواهیم داد. کذالک حقا علینا، و این مطلب بر مای خدا فرض و مسلمه. ننجی المؤمنین، نجات دادن مؤمنان بر مای خدا فرض است و واجبه. خیال نکنید که خدای متعال همگان را یکسان خواهد دید و با همگان یکسان معامله خواهد کرد. اصلا مطلب چنین نیست. اگر کسی با قرآن کریم آشنا باشه و با قرآن کریم مانوس باشه، که البته ماه رمضان بهار قرآنه، قرآن فراوان بخوانیم و در قرآن بیاندیشیم، تدبر بکنیم. قرآن داستانهای فراوان برامون نقل میکنه از اقوام پیشین، از امم پیشین، که اینا آمدن پیغمبر براشون خدا فرستاد به خاطر مهری که اونها داشت. پیغمبران آمدن زجرها تحمل کردن، مشکلات تحمل کردن، به این مردم گفتن راهتون کدومه، چاهتون کدومه، راه نجات چیست، راه هلاکت کدامه، همه رو به این مردم یاد دادن. اما عده‌ای قبول نکردن، گوش نکردن، و در میان قوم پیغمبران شاید در برخی از اقوام اکثریت قبول نکردن. پیغمبران مرتب تذکر میدادن، تذکر میدادن، تذکر، و اون قوم رو از عذاب خدا میترساندن، اما اونها همه چیز رو به سخریه و مسخره و بازیشه گرفته بودن، بنابراین گوش نمیکردن. تا زمانی که بالاخره مهلت تمام شد و عذاب خدا آمد. در این جایی که عذاب خدا آمد نکته مهمه. درست عذاب عمومی بود، اما همه کسانی که با پیغمبر بودند به عنوان امت پیغمبر در اون عذاب از بین نرفتند، بلکه خدای متعال زلزله فرستاد، آب فرستاد، هر چی فرستاد. اون افرادی رو که مؤمنان واقعی بودند و به وظیفه خود عمل می کردند، اونها رو از اون عذاب نجات داد و اونها رو به ساحل امن و به سلامت رسانید. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بدهد ما بتوانیم در مسیر پیدوی از تعالیم عالی دین مبین اسلام و این برنامه که خدای متعال به ما روشن بیانش کرده اهل نجات باشیم، هم در دنیا و هم در آخرت انشاءالله. الله 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 الله. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و اون دسته از عزیزانی که از این لحظه بیننده برنامه سفره رحمت شدن. تو این برنامه صحبت کردیم در مورد اینکه اگر میخوایم از کسی دعوت بکنیم باید از ته دل دعوتش کنیم، چه برسه به اون شخص شخص بزرگواری باشه که بناست عالم رو از تمام بدیها و فسادها پاک بکنه. بیایم اگرم که میگیم اللهم اجل ولیک الفرج، هم از قلبمون بگیم هم با رفتارمون این رو ثابت بکنیم که منتظر آمدن ایشون هستیم. تو این قسمت از برنامه میریم سراغ فرازی از نهج البلاغه، کتاب ارزشمند و گوهربار حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام در حکمت 327م چنین می‌فرمایند که کسی که با گناه به پیروزی دست می‌یابد پیروز نیست، و کسی که با توسل به بدی چیره می‌گردد در حقیقت شکست خورده است. خب اینم یک صحه‌ای بود بر اون صحبت قبلی ما که آقا امیرالمومنین فرمودند که ما نمی‌تونیم با گناه کردن و یا اون دسته از عزیزانی که این نظر رو داشتن که گناه کنیم که تاغا زور بکنه، این بیان آقا امیرالمومنین حرف این دوستان رو
رد میکنه. زیاد عرضی نیست. اللهم اجل لولیک الفرج یا علی. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک Allah.